ادامه برنامه صبح و زندگی را از شبکه جهانی آریانا تماشا میکنین و نوش جان حفیظ جان باشه. تخم مرغ بسیار مزه‌داره که با سایر هموطنان عزیز ما یک جان نوش جان میکرد. قسمی که حفیظ جان هم یادآوری کرد، در این لحظات برنامه مهمان دارستیم و مهمان ما هم آقای حفیظ‌الله بارکزی، رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان و عضو رهبری فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های افغانستان با ما هستند و امروز مشخصا در رابطه با وضعیت کلی خبرنگاران در افغانستان، وضعیت اقتصادیشان و همچنان بعض تخلفات رسانه هایی میخواییم امرایشان بیشتر صحبت داشته باشیم. سلام و صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدین به صبح زندگی. تشکر. صبح همه وطنان ما بخیر، بخصوص همکارای عزیز. بسیار تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه صبح زندگی حضور پیدا کردین. در ابتدا میخواییم نظر و دیدگاه شما را داشته باشیم در مورد وضعیت کلی خبرنگاران در افغانستان که شما چگونه میبینین؟ تشکر، سلامت باشین. البته در 20 سالی که ما سپری کردیم، طبعا یکانا دستاوردی که مردم افغانستان داره، آزادی بیان است و رسانه هاست و در کل خب در کشوری که تحول به وجود بیاید، طبعا آغاز اتراق ساده بگویم، اگر فامیلی هم کوچ کشی کنه بازم مشکلات خود داره. بعد از تحول البته مشکلات دامنگیری ما بود، چه در عرصه خشونت، چه در عرصه زیادتر اقتصاد و یکی خبرنگارای یک طرف با کشورهای خارجی مهاجر شدن. طبعا بعد از تحول مشکلات برای 3-4 الی 5 ماه بود. بله. خوشبختانه بعد از یک ماهی که یا کمتر از او که فدراسیون البته ایجاد شد و نهادها گرد هم جمع شدن، گفتمان فدراسیون ژورنالیستا آغاز شد با مسئولین امارت اسلامی، بخش امنیتی، بخش اطلاعات، فرهنگ در کل و حتی یونما. به این شکل با ژورنالیست ها و با رسانه ها شریک شد. بسیار خوب. که خوشبختانه ما تانستیم، البته فکر میکنم تقریبا 7 ماه قبل با یونما نشسته داشته باشیم، بخصوص در قسمت اقتصاد و وضعیت اقتصادی ژورنالیست ها و رسانه ها. بله. که در حالت سقوط بودن و یا یکی سقوط کردن، چون یک دستاورد بسیار بزرگی را که ارقامی که جامعه بین‌المللی میده، تقریبا 10,000 تن کارمند و ژورنالیست در افغانستان فعالیت داشت. دقیقا. روی دلیل گفتمان ما بخاطر اقتصاد شد. البته زیربنای اقتصاد است، بخواهیم نخواهیم، که بعد از یک گفتمان بالاخره نتیجه به آن شد که پولی که از طرف اتحادیه اروپا 600 میلیون دلار به افغانستان یا مردمش کمک میشه و گفتمان بین بخش سیاسی امارت اسلامی وجود داره، در امو برنامه رسانه ها و ژورنالیست ها به اساس تعهد یونما مسئولش شامل شدن. بسیار. که ما فعلا این پروسه را دنبال کرده رئیسیم. البته لیست یک نهاد یا یک رسانه نیست، بلکه در سطح افغانستان است، خصوصا رسانه هایی که کارمندای خود من منفک کردن، رسانه هایی که سقوط کردن، رسانه هایی که در حالت سقوط هستن، به این مفهوم که از گارد شروع تا به خبرنگار و مسئول و کارمندان رسانه ای که ما می خواهیم رو مستند بر اساس تایید رسانه ها که البته ما برای اداره ژورنالیست ها مواصلت کرده و ان قریب البته کار بسیار دقیق جریان داره که در خیال نباشه و اون نهادهایی که یا رسانه هایی که البته روان نکردن، بازم ما یک هفته وقت داریم که فردا باز انتقاد نکنند. بسیار خوب، نکته بسیار مهم را بیان کردین. یک تعداد از رسانه ها البته در سطح افغانستان، اکثریت رسانه هایی که فعلا هم فعالیت دارند، به دلیل مشکلات اقتصادی حتی معاش کارمندانشان را کاهش دادند، معاششان را تقریبا به نصف رساندند و قسمی که شما هم یادآوری کردین، تعداد از کارمندان خود را منفک کردند یا جواب دادند. آیا این رسانه ها که فعلا هم فعالیت میکنند و به دلیل مشکلات اقتصادی معاش کمتر به کارمندانشان نظر به دوره قبل میپردازند، اینا هم شامل کمک ها میشن یا خیر؟ البته کسانی که منفک شدن در گام نخست است، وقتی بس از سقوط و در حالت سقوط میکنیم، طبعا یعنی بیانگر تمام گفتمان میشه. در قسمت از اینکه 50% است، البته
مورد بحث بعدی است که ما باید بتونیم اولمون دوستانی که فعلا در خانهشان نان نیست سقوط کردن در جریان زی، البته آن در صنایعی که مثلا 50% ماش میتن طبعا طرح ما با اینا ما شریک میکنیم، کار از اوناست، دونر هوناستن. ام گپ عوام است، میگه که وقتی کسی که نان میته فرمان میته. بر صورت این نقطه ما متوجه هستیم. دیروز هم در ژورنالیستا یک تعداد خبرنگارای بخش مطبوعات وزارت دفاع آمده بودند که اونا هم بیکار بودند، طبعا مورد دوم شد. ما در قسمت 50% مراحل بعدی است که در گفتمان بعدی ما شریک میسازیم، اما در گام نخست آن خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای که سقوط کردن که جدولشان فعلا آمده و در حالت دیتابس شدن هست، اون رو هیده دوستار ما در گام نخست. بسیار عالی. در رابطه با شفافیت پروسه هم میشه بر ما بیشتر معلومات بتین و بر هموطنان عزیز ما و بخصوص خبرنگاران عزیز که سالهای سال در رسانه ها کار کردن ولی به دلیل مشکلات اقتصادی بالاخره کارشان را از دست دادن، که تا چی اندازه پروسه شفاف است؟ آیا واقعا حق به حقدار خواهد رسید یا اینکه بعض خورد و بردهای از طرف مسئولین بعض رسانه ها صورت خواهد گرفت؟ وقتی ما اکانت های خبرنگارا را، ایمیلش، تلفنش و سایر جزئیاتی که دارم ما خواستیم، پول باید به اکانت خبرنگار بره تا از سوء استفاده جلوگیری صورت بگیره. و فدراسیون ژورنالیست های افغانستان هم که فعلا ریاست نداره، یعنی دو تن از اعضای رهبری داره که آقای سر پلیس و ما هستیم، گرچه سه بود، نهادها گرده هم جمع هستن، با ما حساس میخواهیم که به افکار جمع در حرکت کنیم بحب. یعنی در حرکت باشیم. روی دلیل وقتی پول به اکانت خبرنگار بره یا کارمند رسانه‌ای، خود رسانه دوباره فعال میشه. بله. بود اعلانات بحث دیگر است که ما در آینده نزدیک در تلاش هستیم که اجراات شود تا ما بتونیم مالکین رسانه وقت سرمایه گذاری کرده طبعا میخواهد که برابرداری هم داشته باشه. بله. تا ما بتونیم در قسمت اعلانات و بعض موارد دیگر هم کار باشیم. بسیار خوب. طبعا که رسانه ها در افغانستان انواع مختلف داشت و در بخش های مختلف فعالیت میکرد، هم به صورت تصویری و هم به صورت شنیداری. آیا تمام بخش های مختلف را این کمک های یون ما در بر خواد گرفت یا مشخصا به بعض رسانه؟ تفکیک نیست. هر رسانه که سقوط کرده، اگر رادیویی هست، اگر بخش مطبوعات و اگر تلویزیونی هست، مربوط به خودش میشه. در افغانستان البته در این طول 20 سال یا کمتر از او یک بیتمادی به وجود آمده که از دید اسلام نباید اسم مسلمان بالای مسلمان بیتماد باشه. خب تعلق به خود رسانه ها میگیره. آنچنانی که ما در قسمت کمیسیون تخلفات رسانی البته کارهای بسیار زیاد صورت گرفت، اعلان شد و یا قانون رسانه ها، در روز البته آقای مجاهد هم یاد کردن. در امروز ما یاد کردیم که رسانه هایی که یعنی امگانی میتونن از طریق واتساپ، ایمیل، با تایید، مور و تابه، که مسئولیت مربوط خود رسانه است. دقیقا. کارمند خود تا گارد خود معرفی کنه، کسایی که منفک شده، کسایی که دلالت سقوط است، تا ما بتونیم میره به جامعه بین ملی آنچنانی که توسط پردن که اینا نمایندگی از تمام کشورهای جهان میکنه، یعنی تسلیم کنیم تا بتونه عملشان رو ببینیم. بسیار خوب. و اگر دوست دارین میشه در رابطه با مقدار این کمک ها هم به صورت احتمالی بر بیننده عزیز معلومات بتین که احتمالا مثلا در ماش ماهانه یک کارمند که قبلا میگرفت و فعلا بیکار هست، آیا مکمل ماشش پرداخت خواهد شد یا اینکه یک خب، مقدار کمتر؟ اونا خود تنها تعهد کردن که لیست ها روان کنید. مراحل بعدی است که طبعا ماشاتی که در رسانه ها وجود داشته، اگر کارمند تکنیکی بوده، دایرکتور بوده، پرزنتر بوده، آن چیزی که بوده، طبعاً با مو تعامل پیش میرن. این حال ما قبل گفته نمیتونیم. وقتی که لیستا تصمیم میشه، طبعاً همه شاید ارتباطاتی بسیار دقیق شده، برای زی که یک بیتمادی هست با رسانه ها، حتی ما شد شنم. امکان داره که خیلی خوب شما. واقعا خبر خوب بود و امیدوار هستیم که این پروسه به صورت کاملا شفاف پیش بره و حق به حقدار برسه، خبرنگاری که واقعا مستحق هستند و متاسفانه در شرایط بد اقتصادی قرار دارن بتونن که شامل این پروسه شون و کمک هایی را از طرف جامعه جهانی بالاخره دریافت بکنن. این پروسه با شفافیت پیش میره. بله. فدراسیونی که جور شده، آغازگرش که البته بودیم، شفافیت دوست داریم. انسان‌های وجود داره که به مادیات فکر میکنن، انسان‌هایی است که به معنویت فکر میکنن. لذا
خاطرتان جمع باشه. آنچه در فدراسیونی که در اشمانومای جور شده تا بال یک دلار هم نامده و پاسخگو به جامعه ژورنالیسم و کارمندان رسانه ای است. بله. و تلاش های ما در آغاز می بوده که اگر پول به نام جامعه بین‌المللی تحت علمان آزادی بیان و رسانه ها و ژورنالیستان میه به فدراسیون بیه که تا منبع دخل و خرج خوده ما به جامعه بین‌المللی هموطنان خود، ژورنالیستان خود داشته باشیم که اگر یک خبرنگار وقتی سایت می بینه چقدر دلار، چقدر افغانی کمک شد، به کجا مصرف شد و صورت مصرف و خرجش چند است و ما چطور میتونیم که استفاده کنیم. بسیار خوب. قبلا یک صندوق فعال بود تحت نام صندوق کمک به خبرنگاران یا ژورنالیستان در افغانستان که بعضا کمک ها صورت می گرفت و به خبرنگارایی که واقعا واجد شرایط بودن این کمک ها می رسید. آیا فعلا هم همچنین روند ادامه داره یا که متوقف شده؟ البته صندوق وجود داره، یک گفتمانی هم وجود داره که ما چطور بتونیم البته صندوق حمایت خبرنگارا یا آقای وردک که میگه بیمه، گرچه ما بنیانگذارشان هم بودیم در گذشته ها، چطور بتونیم تفاهم داشته باشیم. اگر مثلا صندوق به خاطر منافع همگانی جامعه ژورنالیسم کنار نبه، طبعا باز هیئت رهبری فدراسیون و اعضایش تصمیم میگیره که باید یک صندوق را جور بساخت. خیلی خوب. در مورد خبرنگارای بر ما بگوین که به نحو یا هم به دلیل بالاخره آسیب پذیر هستن و آسیب دیدن، چه در گذشته یا هم چه فعلا در حکومت امارت اسلامی، آیا نهاد مشخص به خاطر حمایت از اینا وجود داره و اینا هم مستحق بعض کمک های از لحاظ حمایت معنوی و مادی میشن یا خیر؟ دقیقاً فدراسیون ژورنالیست‌ها و رسانه افغانستان هم طور که تلاشای را کرد که البته دو تن از همکاران شما و گرداننده و آقای اسرتی نو بندی بودن و بالاخره تلاش فدراسیون ژورنالیست‌ها و رسانه افغانستان بود و این وظیفه‌ش است که نباید قدر کمپین کنه که ما چی کردم. طبعا وظیفه یعنی اصول ایجاب میکنه که باید وظایف خود انجام بده. امروز مثلا ما میبینیم قانون دسترسی به اطلاعات، تلاش همین فدراسیون بود، گفتمان همین فدراسیون بود، کمیسیون تخالفات رسانه‌ای، بحث‌هایی که فعلا جریان داره که انقریب اعلان میشه، مثلا جرایم البته رسانه ها، بخش برقش که باید تخفیف بیه، بخش جوازش بمیشه و قانون دسترسی به اطلاعات که بسیار مهم است. امروز اگر ما که خوشبختانه در این هفته انشالله کمیسیون تخالفات رسانه‌ای اعضایش اعلان خواهد شد از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ، وقتی کمیسیون تخلفات رسانه‌ای فعال میشه دیگه باز مداخله سکتور خصوصی یا سکتور امنیتی قطع میشه. بله. یعنی با سیستم با قوانین ما البته در حرکت میشیم و اگر خبرنگار کدام مشکلی داره میتونه با وزارت اطلاعات و فرهنگ در این امور مداخله کنه و بعد از مداخلات و اهل فصل و گفتمان کمیسیون تخلفات رسانه‌ای یا شکایات بعد از که باز مثلا بخش سکتور امنیتی و قضایی عمل کنه. بسیار خوب. در مورد کمیسیون تخلفات رسانه‌ای هم نکته را بیان کردین، اگر بیشتر در این مورد وضاحت بتین بر بیننده‌های عزیز و وظایف مشخص کمیسیون تخلفات رسانه‌ای را بگوین که روی چه موضوعات بیشتر کار میکنن. ببینین وقتی ما قانون رسانه‌ای مگانی را مطالعه میکنیم، طرز عملی که در چوکات کمیسیون تخلفات رسانه‌ای مطابق با ماده 43 قانون رسانه‌ای مگانی البته فقریش وجود داره، طبعا واضح تذکر رفته که مسائلی که مربوط به جامعه ژورنالیسم میشه، اگر تخلفات است یا مشکل سایر مشکلات دیگری است که دامنگیرشان میشه، یعنی تمام قضایا رجعت داده میشه به کمیسیون تخلفات رسانه‌ای بعد از تصمیم تخلفات رسانه‌ای که شامل 11 عضو است. بعد از تصمیم گرفته میشه که آیا این قضیه جنایی است، این قضیه مثلا با کدام حالت مطابق با قوانین باید برخورد صورت بگیره. در این قسمت البته کارها بالکل به یک نتیجه مکمل رسیده که باید در این هفته کمیسیون تخلفات رسانه‌ای اعلان شود. یعنی برای ما خبرنگارا یک نقطه قابل توجه همی است که هر نهاد، هر سکتور امنیتی، هر فرد از امارت یا مجاهدینش بدون دلیل و منطق خصوصا ارگانهای امنیتیش مداخله کردن نمیتونه. مداخله حق داره، اما
یک نکته که آقای مجاهد هم در کنفرانس اعلان شدن این کنفرانس تخلفات رسانه‌ای یک دو سه هفته قبل یاد کردن همین بود که سه حسل باید ما ژورنالیست‌ها مراعات کنیم. یک، اصول اسلامی. دو، منافع اولیا یا منافع ملی. سه، یعنی عدم تجاوز بالای حریم خصوصی، آنچنان که قانون اساسی هم در یارسه حکم کرده که ما بعض قضایا را می‌بینیم، قضایی که اصلا قانون رسانه هم حکم میکنه که نباید بالای حریم خصوصی افراد جامعه یا قانون اساسی تجاوز کرد، و یا ای که ادکرمت توهین بعض قضایی که هست. این سه عنصر هم در اونا هم یاد کردن. امیدوارم که ژورنالیست ها هم دقت تمام کنن. ما داریم البته مشکلات الکترونیکی است که مشکل نداشته باشیم. بعد از هر تحول، چی نظام باشه، چی خبرنگارا باشه، چهره ها طبعا بدل میشن، کسان دیگری اینجا خودش تجربه تشکر. علم است، مشکلات دامنگیری ما میباشه که امیدوار هستم رسانه های مگانی کشور بخصوص اگر گرداننده است، اگر ژورنالیست است، اگر در کل متکی با اینمی سیاست و قانون رسانه مایگانی فعالیت کنید. خیلی تشکر میکنم از حضور شما در برنامه صبح و زندگی و از معلوماتی که با ما هموطنان عزیز ما شریک ساختین، و امیدوارستم پس از اینکه لسا تهیه میشه پس از او هم شما را بتانیم در برنامه داشته باشیم تا تاریخ دقیقش را با خبرنگارای عزیز شریک بسازیم. تشکر. از ما رسالتی که هست باید ما لسا را برای اداره ایرما تسلیم کنیم. مرایل بردی برای جامعه بین‌المللی یا اینما تعلق میگیره که چقدر دلسوز به مردم افغانستان و آنچه میگن آزادی بیان آیا واقعا وفادار باقی میمونن یا خیر. بله بله دقیقا. خیلی ممنون از حضور شما، اوقات خوب و خوش برتان میخوایم. از شما هم قلبا سپاس. وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم با کودکای عزیز که مهمانای ما خواد بودند.